بسم الله الرحمن الرحیم دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 452 که عبارت از ایکس تاکس پارت دوم می باشه خدمت ام مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکترز فار افغانستان تقدیم نمایم امیدوار استم که مورد قبول و علاقه ایشان قرار بگیرد شنونده های گرامی سلام تیم دکتران برای افغانستان باز هم افتخار دارد که در پهلوی بخش های متعدد تدریسی بخش اکسر تاکس را که آوی مطالب تشخیصی رادیولوژی می باشه خدمت شما تقدیم نمایه. امیدوار هستیم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان امرای ما امکاری نمایید. ما منتظر نظریات، پیشنهادات و فیدبک شما از طریق ایمیل ناصر اوریا ادیاهو می باشیم. کیس نمبر سیوم یک مریض جوان که سابقه اچ می داشته باشه نزد شما به شفاخانه آورده میشه امرا با تو بلند دردهای پلوریتی طرف راست لوکوسیتوسیس از سی روز به ای طرف البته چه سکسری مریض برای شما نشان می ده. اگر شما در اینجا توجه کنید به طرف رایت هیمی تورکس در قسمت پایانی انفلتریت و یا دنسیتی دیده میشه. البته رایت هم دافرام به درستی دیده نمیشه که دلالت به انوالومنت یا معوف شدن رایت لوالوب میکنه همچنان اگر توجه کنین رایت هارد باردر یا باردر راست قلب هم دیده شده نمیتونه که هیره هم به نام سیلوید ساین یاد میکنه نام پتالوژی در رایت میزلوب هم می باشه. البته اینجا lateral chest x برای شما نشان میده اگر شما توجه کنین در قسمت قدام اوافی دنسیتی که در قدام وجود داره فوق شارپ می باشه که این دلالت به پلورال انوالومن یا پلورال افیوژن می کنه باید فراموش نکنین که مریض شما امرای تاو لوکوسیتوسیس پلوریتیک چسپین مراجعه کرده می باشه بناهن مریض شما نمونیا و پرنمونیک ایفیوژن می داشته باشه. البته در نزد مریض کتسکن صورت می گیره. اگر شما اینجا توجه کنین در قسمت قدام یک پاکت فلوید به بسیار وضاحت دیده می شه. در قسمت پایانی برانکوگرام به بسیار وضاحت دیده می شه که ای علایم رادیولوژیکی نمونیا را تشکیل میده. البته اینجا کاتسکن قسمت پایانی میدیاستین الویندو رو برای شما نشان میده در اینجا لکولیتد فلوید یکی در قسمت قدامی متوسط و همچنان در قسمت خلفی دیده میشه که توسط سپتیشن از هم دیگر جدا شده میباشه همچنان پلورا فوقلاده زخیم میباشه البته زخیم بودن پلورا و همچنان الکولیشن و همچنان سپتیشن نقاط رادیولوژیکی کمپلیکیت پرانمونیکی فیوژن تشکیل میتا البته پرانمونیکی فیوژن به دو کلاس عمده تقسیم میشه که عبارت از کمپلیکیت و نان کمپلیکیت می باشه. البته مریضایی که نان کمپلیکیت پرانمونیکی فیوژن می داشته باشن معمولا امرا با انتیبایتیک جواب می گوین. مریضایی که کمپلیکیت پرنمونیکی فیوژن می داشته باشند ایجاب عمل جرایی توراکاستومی تیوب و یا تورکاتومی و یا ویدیو اسیست تورکاستکوپی می کنند البته برای که تشخیص کمپلیکیت پرنمونیکی فیوژن در نزد مریضا صورت گرفته باشه میتونین مطالعه پلورال فلوید که معمولا پی اچ ای از این ها کمتر از 7.2 2 ایچ شان زیادر از ازار و همچنان بعض وقتا گرام و یا پلورال فلوید رنگ چرکی می داشته باشه در غیر از علائم رادیولوژیکی پلورالی فیوژن که دلالت به کامپلیکیت پرنمونیکی فیوژن میکنه عبارت از سپتیشن لاکولیشن و تکنیس پلورال فلوید می باشه البته مریض مورد عمل جراحی توراکاتومی قرار میگیره قسم که شما میبینین تورکاتومی کلپ یک چستیوب در قدام و یک چستیوب در خلف گذاشته میشه البته مریض امرا با براد سپکتروم بایتیک تداوی میشه و از مریض بیبود بود آسل میکنه و روز افتم مریض از شفاخانه رخصت میشه. البته مرواریت هایی را که در باری کامپلیکیتد پارانمونیکی فیوژن آموختیم عبارت از تک پلورا، لکولیشن و سپتیشن می باشه. که البته این نقاط رادیولوژیکی کمپلیکیت پرانمونی که فیوژن تشکیل میته، باید هر چیزی زودتر تشخیص و همچنان در نزد مریضا تداوی جرایی و یا تورکاست میتیوب ویدیو اسس توراکاسکوپی و یا تورکات می صورت بگیره کیس نمبر چارم یک مریض اسمتوماتیک بخاطر ابنومال چست اکسری به شما راجع می البته تشویش پرایمری فیزیشنش رایت right لور زون نادو می باشه اگر شما در قسمت لاترال ریویو کنین در قسمت انتیریر یک نادو دیده میشه البته باید در نزد مریض کت سکن صورت بگیره البته در ای سلایت بر شما نشان می که سکن مریض در قسمت قدام یک نادول امرای سنترال کالسیفیکیشن که به شکل پاپکن کالسیفیکیشن یاد می البته در قسمت میدیستین الویندو اگر شما در این نادول توجه کنین Different Density نشان می که در قسمت متوسطش پاپکن کالسیفیکیشن دیده می البته امی تشخیص رادیولوژیکی به مریض کفایت میکنه که تشخیص هامارتوما در نزد مریض صورت بگیره که بیناین نیوپلازم پلمنری را تشکیل میده البته مروریت هایی را که درباره هامارتوما ما آموختیم البته سبب عمده بیناین پلمنری نیوپلازم تشکیل میده از نقطه نظر پتالوژی اگه اینا را مورد مطالعه قرار بتین یک مقدار فت یک مقدار فایبروس تیشو و یک مقدار کارتلیچ در نادو دیده میشه که می تانه کلسفیکیشن هم داشته باشه اکثریت از این مریضا می میباشن و تشخیصشان به صورت تصادفی در چه اکسره صورت میگیره البته همارتوم ها به صورت بسیار آیستگی میتونن بزرگ شوند. نادرن هم میتونه ملتیپل باشه. از نقطه نظر کتسکن معمولا آوی فت، فایبروسس و کلسیفیکیشن مخصوصاً پاپکن کلسیفیکیشن و یا سنترال کلسیفیکیشن در نزد مریضا دیده میشه. البته کدام ایجاب عمل جرایی نمی کنه فالواب از این مریز توصیه می گرده کیس نمبر پنجم یک مریض چل ساله را که سابقه ایدیوپاتیک ترومبوسایتوپینیا پرپورا می داشته باشه و به صورت کرونیک امرای استیرای تداوی می شه پیش شما مراجعه می کنه امرای یک لوحی تحت الحاد رسپراتری سمتوم اگر چه سکس ری مورد مطالعه قرار بتین در پی یا پوستیریر انتریور میبینین که لفت هم دافرام بالا شده و همچنان لفت اپر زون انفلتریت دیده میشه البته مریض امیونو کمپرومایز هوست می باشد چون استیروید به صورت کرونیک می گیره بناه نزد مریض براد سپکترم انتبایتیک شروع میشه و نزد مریض کتسکن هم صورت میگیره. البته کچکن مریضه اگر شما توجه کنین در اینجا اوبلیک فیشورا را نشان میده به بسیار وضاحت اوبلیک فیشو را دیده میشه البته شش هایی که پایین تر از قسمت اوبلیک فیشو را قرار داره لو و لو به تشکیل میده بناه این آیا سوپیر سیگمنت آف لف لو و لو به تشکیل میده سوپir سگمن آف لفت لوو که کوت rلیژن در اینجه دیده میشه همراه پلوریتیک rیکشن پلوریتیک rکشن به بسیار وضاحت دیده میشه البته باید در نزد مریضها هرچه زودتر برانکاسکوپی بر تیشو دایگنوز صورت بگیره چون مریضها امیونو کامپرومایز می باشند میتانند که ارگانیزم های مختلف با شمول اپارتیونیستیک انفکشن در نزد مریض دیده شوه بناهن مریض به برانکاسکوپی سکیجوال میشه البته اینجا برانکاسکوپی را در پکچر اول بر شما ووکل کورده نشان میتن. اینجا کراینا رایت مین برانکای لفت مین برانکای نشان میتن البته در قسمت لفت برانکای سوپیریر سگمنت آف لفلوروب رو کاملا امرای یک لیژن احمراری بسته شده می باشه البته از اینجا چندین بابسی و لواش صورت می گیره البته متاقب برانکاسکوپی و برانکل الویول لواش قسم که شما در اینجا می بینین در بین لفلو و لوب سوپیریر سگمنت یک مقدار مایاتی که متعاقب لواج می باشه جمع میشه که البته شکل ابسه نشان می ده. البته اینجا اورتیک آرچ نشان می ده. اینجا البته سوپیریر وینا کبرا تریک یا اضافگ است همچنان اینجا اسندنگ آورتا دسندنگ آورتا لفت مین پولمنری ارتری right مین برانکای left مین برانکای superior vena cava نشان میتن البته نزد مریض برانکاسکوپی و ترانس برانکل بایپسی صورت می گیره. البته این نتیجه برانکاسکوپی دوباره بر می گرده قسم که شما در اینجا می بینین براد برانچنگ نن سپتیتنگ هایف در اینجا به بسیار وضاحت دیده میشه که البته اگر شکل سپتیت تمی داشته باشه دلالت به با جیلوس و اگر نان سپتیت می داشته باشه دلالت به با, با مایکو یا موکور مایکوسسه می کنه البته ایجاب عمل جرایی میکنه کنه، چیزی زودتر باید در نظر مریض ها هم فوتریسین بی و عمل جرایی صورت بگیره. البته مریض متاقبا مورد عمل جرایی قرار می گیره، لفل لو و لوبکتومی لو صورت می گیره، مریض بروز 7 و 8 بی بود آسل می و از شفاخانه رخصت می گرده. البته مرورید هایی را که در باری میکور ما از این کیس دلچسب آموختیم مریض که امینو کمپرومایز خوست می داشته باشند باید در نظر مریض ها اگریسیف و منیجمنت صورت بگیره البته میکور مایکوس از فامیل ریزوپوس می باشد البته براد برانچینگ نان سپتینگ هایف می باشه ریسک فاکتور به مریضای میکور مایکوسس عبارت از کیتو اسیدوس کرونیک رنال و کرونیک یا پرولانگ یوز آف کورتیکو استروئید می باشه البته فوق یک انفکشن انویزیف می باشه می تانه که چشم ها ساینس و شش ها را بسازه اگر به زودی تشخیص و عمل جراحی و امفوتریسین بیدن از نزد مریضا شروع نشه منجر به مرگ مریضا گرده. البته تداویش عبارت از امفوبی و سرجیکل انترونشن می باشه البته در ختم از این کیس کوتا و دلچسب از تمام ام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب می کنند اظهار امتنان و تشکر می کنیم باید خاطر نشان کنیم که در این کیس یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریت های در قسمت هستری فیزیکل اگزامنیشن ماینات لابراتوری اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین ایات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بتین بناهن شریک ساختن این کیسا بین تمام پروفشنل طبی اجر عظیم داشته و جیبه ار افغان شریف می البته یک نقطه دیگر هم خدمت شما حرز می کنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم با سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل انترنت بسازیم بناهن یک سلسله اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و, و اسپیلینگ در اینجا وجود داره ما یقینی کامل داریم با بزرگواری که داره این ای اشتباهات ما را عفو می کنیم همچنان باید خدمت شما حرص کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات امکاری پیشنهادات شما ضرورت داریم لطفا امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک داکتر فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان ناصر اوریا تماس آسل کنید تا کیس های بدی خداوند یار و مددگار شما السلام علیکم